همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی در تل آویو. بابک، لطفاً از آخرین تحولات و مذاکرات آتش بس برامون بگو. سه مسئله اینجا در عین حال با هم ادامه داره: مذاکرات برای آتش بس، جنگ و تنش‌ها بین ایالات متحده و اسرائیل، شاید بیشتر باید گفت بین بنیامین نتانیاهو و جو بایدن. جو بایدن تلاش میکنه که آقای نتانیاهو را از عملیات نظامی در داخل رفح باز بداره، اما نتانیاهو بر سر مواضع خودش پافشاری میکنه و میگوید که بدون ورود به آخرین مقر حماس این جنگ به پایان نخواهد رسید. اما در همان حال اگر از جنگ بخوایم بگوییم، در شمال نوار غزه همچنان در بیمارستان شفا و چند ساختمان اطراف اون نبردهای بسیار سختی بین ارتش اسرائیل و نیروهای حماس در داخل بیمارستان ادامه داره. اسرائیل از دومین سرباز خودش که در این عملیات کشته شدن خبر داد. تاکنون و از آغاز ورود ارتش اسرائیل به نوار غزه 251 سرباز اسرائیلی کشته شده. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که در عملیات در بیمارستان شفا تاکنون 50 نفر از افراد حماس کشته شدند، 180 نفر دستگیر شدند و برای بازجویی به داخل اسرائیل انتقال پیدا کردند. اسرائیل میگوید که بسیاری از افراد حماس هنوز حاضر نیستند، حتی پس از اینکه اسرائیل با بلندگو اعلام میکنه که بیرون بیان و خودشون را تسلیم کنند و تا آخرین گلوله حاضرند که بجنگند. در داخل بیمارستان شفا بسیاری از مهمات، اسلحه و پول نقد بسیار زیادی را اسرائیل پیدا کرده. در این حال وزارت بهداشت حماس در غزه هم امروز گزارش کرد که از آغاز جنگ تا کنون 31,819 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند و 73,394 نفر هم مجروح هستند. بر اساس برآوردهای ارتش اسرائیل حداقل 13,000 نفر از این افراد نظامی هستند که برای سازمان حماس و جهاد اسلامی فعالیت می‌کردند. در کنار اون مذاکرات هم امروز ادامه داشته. متشکرم از توضیحاتت بابک اسحاقی، خبرنگار ایران اینترنشنال در تل آویو.